بیداری هنوز؟ ترسوندیم که بابا. یه سرفه ای سلامی، چی کار میکنی؟ اومده بودم ایمیلامو چک کنم، دیدم پدرام هم آنه این وقت شب. اونجا آخر روزه، تو چرا بیدار شدی؟ نمیدونم، گمونم تشنم بود. چی شد خراب کار نیمه شب؟ شقایه حالت خوبه؟ مطمئنی؟ مطمئنی؟ دیگه به هیچی مطمئن نیستم. چی داری میگی؟ چت شده تو؟ نمیدونم یه چی شد، لیوان از دستم افتاد. همونجا وایسا. بهتره بیای بیرون، تمیزکاری باشه واسه بعد. میخوای بریم دکتر؟ دکتر برشی؟ خب به نظرم یکم منگم هنوز. بهتر تا بیشتر خراب کاری نکردم برم بخوابم. تو هم بهتر بری جواب برادر تو بدی تا همه همسایه ها رو بیدار نکرده. مثل اینکه یادش رفته اینجا نصف شبه. یادش میندازم. اینجوری نمیتونی ازش فرار کنی.
فکر میکنی چرا دوباره شروع شده؟ پیمان کجایی؟ چرا بیدارم نکردی؟ بیدارت نکردم چون دیشب خیلی بد خوابیدی. تو خواب ناله میکردی. یادت باشه خواباتو برام تعریف کنی. سلام مادر، چه عجب یادی از ما کردیم. دست پیشو میگیری پس نیفتی؟ بهتون نمیاد از این ضرب المثل عهد بوق بزنینا. خوبه که هنوز یادت نرفته مزه بریزی تا پای گله باز نشه. منو ببخش، بذاریم حساب گرفتاریایی که وقت برای آدم نمیذاره. تو برای همه وقت داری الا پدر مادرت. پدرام دیشب میگفت باهات چت کرده، حالا دیگه باید خبرها رو از اون سر دنیا بشنویم. ای والا به این داداش ما، خبرگزاری چقدر فعاله. اه؟ قرار بود نگه؟ بفرما، خانواده چنان غریبه دیگه. نه مادر من، قرار بود فعلا مسکوت بمونه تا خودم بهتون بگم. به خدا هنوز شقایقم خبر نداره. خب پس روشن شد دلخوری که چرا مادر زودتر از خانم خبر شده. شما با مطب دکتر هوشان تماس گرفته اید. ساعت ویزیت و یا تعیین وقت قبلی 3 الی 7 بعد از ظهر. چنانچه پیغامی دارید پس از شنیدن صدای بوق پیام و شماره تماستان را بفرمایید. متشکریم. باورش برام سخته. میدونم، چون رفیقتو دست کم گرفتی. یعنی واقعا یاهو جواب داده؟ جواب؟ میگم تاییدیه فرستاده با دعوت به کار آقا رو. یعنی جنابالی میری آمریکا، استخدام میشی تو شرکت یاهو با حقوق و مزایا و حق بدی آب و هوا. پسر این معرکه است، خودت میفهمی یعنی چی؟ یعنی بالا رفتن از قله خوشبختی و افتخار، رسیدن به اوج. یعنی حال، یعنی پول، یعنی تأمین. خودت و زن و بچه‌ت و نوه‌هات هم بخورن تمومی نداره. خدا حافظ شهروندان گرفتار ترافیک و دود گازایی. خدا حافظ. دیوانه. میدونی آرش، من اهل دامنه نیستم. یک راست باید بپرم اون نوک. بپا نیفتی. میدونی چقدر واسه زحمت کشیدم؟ ریت من شده 2700. ببین باید شیرینی بدی، مفصل پر پیمون. حتما بذاری من سفر خبر کنم. چیکار داری میکنی؟ هنوز سیکرته. سیکرت کدومه؟ بعد همه شرکت با خبر بشن. به جون خودت هنوز به شقایقم نگفتم. نگفتی؟ برای چی؟ گذاشتم واسه امشب، خواستم مطمئن بشم.
ببین نگاه کن، یه مش تصویره از یه سری حیوان، درنده، خزنده، پرنده، وحشی، اهلی، همه رقم. نه از این پلانا که شیره یه هایی میپره رو آهو، تیکه پارش میکنه، بعدش هم بقیه میریزن ده بخور. نه، از اینا نیست. مثلا این نگاه، این آدم دارن با هم زندگی میکنن. این آدم؟ البته آدم ها بیشتر از حیوان ها با هم میپرن. منظورم اینه که حیوان ها بالاخره بنده های خدا هم دیگه، موجودات خدا. ای والله همین. ببین میخوام این تصویرها با یه گفتار، با یه نریشن استثنایی که میدونم کار خودته، مونتاژ بشه. بعد از توش این مفهوم در بیاد که حیوان ها مثل ما موجودات خدان، حیات دارن، زندگی دارن، آرزو دارن، اونا هم میخوان مثل ما خوشبخت بشن. آخ قربون دهنت، همین هایی که گفتی و بنویسی، کمی هم آب و تابش بده، کات. باید بهم فرصت بدی. ندارم. یعنی چی؟ یعنی که قول دادم تا آخر هفته دیگه از توی اینا یه فیلم مستند در بیارم، حساب شده. فقط هم با کمک تو میشه. فهمیدم. از این فیلمایی که در واقع توی مونتاژ در میاد، بعدم یه اسم میاد روش که کارگردان لیلا طلویی. قربون دهنت. این روزا یکم پریشونم. پریشون؟ چرا؟ حالا مسئله نیست، نگران نباش، به کارمون برسیم. قربون هست. یه چیزایی هم این تو هست، مربوط به غواصی و صید مروارید. من عاشق ماهیاشم. اگه بتونی یه فکری هم برای اینا بکنی. بهتره بذاریش واسه بعد. اگه فکر میکنی که نمیتونی الان در موردش صحبت کنی، موکولش میکنیم به یه جلسه دیگه. تو حالت خوب نیست. گمونم از هوای اینجاست. بذار برات آب بیارم. بشین. من بهتره یکم پنجره رو باز کنم. شقایق، چی شده شقایق؟ سلام، از اینکه در حال حاضر پاسخگوی شما نیستیم پوزش می‌طلبیم. لطفاً پیام بگذارید. متشکرم.
میخوای با هات بیام؟ تا من اینجاشم خیلی مزاحمت شدم، برو به کارت برس. وای میستم تا برگردی. حالا بهتره، میتونم رانندگی کنم. هر جور دوست داری. لیلا. ها. اون گفتار رو برات می نویسم. فقط یک کمی وقت می خواهم. خدا. خدا. الو سلام. سلام. کجایی خانم؟ خونه. خونه؟ مگه نرفته بودی استودیو؟ چرا لیلا یکم ناخوش بود، تاثیرش کردیم. پس بگو. آخه زنگ زدم خونه نبودی. استودیو هم کسی جواب نداد. لابا تو راه بودم، تازه رسیدم. چطور مگه کار خاصی داشتی؟ نه، همینجوری زنگ زدم یه حالی بپرسم. راستی نگفتی خواب چی رو می چی؟ خواب دیشبتو میگه. یادم نیست الان. میدونی وقتی دروغ میگی صدات یه جوریه که لوت میده. ببین یه چیزی رو گازه داره میسوزه. من خودم به زنگ میزنم. باشه؟ باشه. پس فعلا. میخوای نگی؟ حرفی نیست. گل همین پنج روز و شش باشد. قربون آقا. چقدر تقدیم کنم؟ مهمون باش. خب نمیخوای بگی مشکل کجاست؟ راستش من نمیدونم چطور بگم. من بهت میگم. اصلا به این فکر نکن که یه نسبت دوری با خانواده پیمان دارم و باهاش فامیلم و نمیدونم اون چیزایی که الان داره تو فکرت میچرخه. من فقط و فقط پزشک تو هم، مسئول سلامت تو، اون کوچولویی که اینجوری به هم ریخته. فکرتو درست خوندم نه؟ خب نگرانیت از چیه؟ حقیقتش احساس میکنم شاید هنوز آمادگیشو نداشتم. نمیدونم، میترسم. از چی؟ نمیدونم توضیح بدم. خب خیلی از مادرای جوان تو اولین تجربهشون یه همچین حسی رو دارن، ولی این مهم اینه که علتش رو بشناسیم و بتونیم بهش غلبه کنیم. تو هم چاره ای نداری جز این که سعیتو بکنی و دلیل ترستو برای من توضیح بدی. حقیقتش من گاهی شبا مشکل بیخوابی دارم. یعنی نه اینکه خوابم نبره، نه، با کابوس از خواب بیدار میشم بعدشم دیگه نمیتونم بخوابم. تو خواب چی میبینی؟ دقیق یادم نمیمونه. آب، زیر آب، غرق شدن، بی هوایی، خفگی. چند وقت این مشکل رو داری؟ از بچگی. یادم نیست چند سالم بود. دخترهایی مثل من با رویاهاشون زندگی کردن، من با کابوسا.
به نظر من هیچ کدومشون درست نیست. آدم باید با واقعیت زندگی کنه. واقعیت؟ شقایق 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 تو گفته بودی خونه ای که دروغگو. هیچ وقت به دکتر مراجعه نکردی؟ منظورم روانکاوه که بتونه ریشه مشکل رو پیدا کنه. اون وقتا خیلی برام جدی نبود، مقطعی پیش میومد و تموم میشد. خیلی وقت بود سراغم نیومده بود تا همین اواخر بعد از ازدواج با پیمان. به خاطر مخالفت و حرف و حدیثایی که بود؟ نمیدونم، شاید. اصلا اون حرف و حدیثا برام مهم نبود، مهم خود پیمان بود. پس این کابوسا هیچ ربطی به ازدواجت نداره؟ ربطش اینه که تازه شروع شده. مثلا از وقتی که جواب آزمایش رو بهت دادم؟ متوجه. به نظر میاد هر وقت تحت فشار و استرسی سراغت میاد. توصیه جدی من برای سلامت خودت و بچه اینه که حتما با یه روانکاو و متخصص مشاوره کنی. من نگران یه چیز دیگه هم هستم. نگران اینم که بچه دار شدنم اصلا کار درستی بوده. چرا این فکر رو میکنی؟ من به خاطر این کابوسا و بیخوابیا ناچارم قرص بخورم. از مطلقاً از قرص‌های آرام بخشی که تا حالا استفاده می‌کردی مصرف نمی‌کنی. این دارویی هم که نوشتم ممکنه تأثیرش مثل اون قرص‌ها نباشه، ولی برای خواب کمکت می‌کنه. برای جنین هم عوارض شیمیایی نداره. ممنون. اگه میشه راجع به این کابوسا بپرسی. برو دختر خانوم، برو جای این نگرانی‌ها و دلشوره‌ها، زودتر شوهرتو با یه خبر خوشحال. خداحافظ. خدا به همراهت. دکتر شاهرخ به بخش اورژانس. دیگه چیا رو بهم نگفتی؟ چرا آخه؟ مگه من شوهرت نیستم؟ سه ماه دیگه. من الان میخوام ببینمشون، از بیمارای خودشونم. دکتر هوشان مسافرتم. مسافرت خارج از کشور. خارج؟ کی برمیگردم؟ احتمالا اواخر جون. برای سه ماه دیگه وقت بدم؟ تا اون موقعی که من از دست رفتم. همچین یه جون انگار تو لندن نشسته. فکر میکنی چرا دوباره شروع شد؟ چند وقت این مشکل بود؟ راستی نگفتی خواب چی رو میبینی؟ اینجوری نمیتونی ازش فرار کنی.
دو سه روز دیگه که خودش میفهمه. توصیه جدی من برای سلامت خودت و بچه اینه که حتما با یه روانکاو متخصص مشاوره بگیری. میدونی وقتی دروغ میگی صدات یه جوریه که لوت میگی. پیمان 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 کجایی؟ کی برگشتی خونه؟ همون موقعی که تو قرار بود خونه باشی. قرار بود تو نفهمی کجا رفتم که نشد. گل بشه مناسبت. قرار بود یه سورپریز باشه که نشد. خب نمیخوای بگی کجا بودی؟ میگم به شرط اینکه تو اول بگی قضیه گل چیه. خوبه والا بهم دروغ گفتی تازه واسم شرط هم میذاری؟ اسمشو دروغ نذار. اسمشو چی بذارم خوبه؟ پنهونکاری؟ پیمان تمام شوق و ذوقم رو کور کردی دیگه. مثلا اومده بودم دوتایی جشن بگیریم. بگیریم. من آمادم. جدی؟ چی کار کنم؟ میخوای برات بخونم؟ نه. فقط باید دوتا چیزو وا کنی. اول اخم تو، بعدم این پاکتو. اون چی هست؟ بازش کن میفهمی. یعنی چی؟ یعنی شوهرت یه نابغه است. صداشو در نیار. جدی پرسیدم. فکر کردم مشخصه. یه دعوت به کار از آمریکا از طرف شرکت یاهو. چجوری؟ خب من کلی وقت و انرژی گذاشتم. چند ماه تحقیق و بررسی کردم تا بالاخره یه حفره تو قسمت مدیریت نرم افزار شبکه یاهو کشف کردم. بعد براشون فرستادم. اون هم نتیجه رو مثبت ارزیابی کردن از من دعوت به کار کردن. چیه؟ بازم فکر میکنی موضوع جدی نیست؟ چند ماه؟ پس چرا بهم هیچی نگفته بودی؟ خب اولا از نتیجهش حداقل تا این حد مطمئن نبودم. در ثانی دلم میخواست حسابی غافلگیرت کنم. هرچند انگار برات خیلی هم جالب نبوده. معلومه که هست. پاک غافلگیر شدم. اما خوشحال نشدی؟ خوشحال؟ نمیدونم. دست شما درد نکنه. حالا میخوای چی کار کنی؟ معلومه این تنها فرصتیه که میتونم آیندهمو باهاش بسازم. آینده تو؟ آیندهمونو. ولی این دعوتنامه فقط مال توه. نگرانیت همینه؟ خیال کردی دست کن میدم میگم بای بای؟ دیوونه. الان یه ماه پدرام داره شرایط عقص ویزا رو برای تو پیگیری میکنه. پس به خیالت نصف شب توی اون اتاق پشت اون کامپیوتر لعنتی چه غلطی میکردم. ویزات داره جور میشه. همه چیز داره جور میشه. ولی
ولی من که نمیتونم بیام. چرا؟ من حاملم. چند وقت خبر داری؟ 2 هفته. حالا داری بهم میگی؟ شرایطش پیش نمیومد. تو همش تو اون اتاقه بودی. خبر خوشحال کننده داشتی اون وقت میگی موقعیتش پیش نمیومد؟ واقعا که تو راست راستی خوشحالی؟ شقایق موضوع چیه؟ یه مدت عوض شدی، همه چی رو به من نمیگی. گفتم که رفتم کلینیک پیش مژگان، شک داری زنگ بزن بپرس. چی داری میگی تو؟ به چی شک دارم؟ من فقط میگم چرا حال روزه تو از من مخفی میکنی؟ من که شوهرتم. همین حالتهای عصبیت، گریه ها و ناله ها تو خواب، قرص خوردن های یواشکیت. ببینم تو به غیر از مژگان پیش دکتر دیگه ای هم میری؟ بله. سلام مادر. ممنون، شما خوبی؟ نه یادم نرفته. باشه چشم، حتما. خداحافظ. مادر بود، دعوت شدیم برای شام. حتما باید بریم. خب حالا انگار دارم میبرنش به اسیری. یه نگاه به قیافه خودت بنداز. گفتنش که جلوی خودت درست نیست، رود زیاد میشه، اما وقتی مادرت خبرشو به هم داد احساس غرور کردم. آفرین پسر، بالاخره جنم باباتو به ارث بردی. تو چی میگی واسه خودت هی میبری و میدوزی؟ حرف بدی زدم مگه؟ این یه قلم ژن منه که تو این بچه حلول کرده. حتما پیمانه که همه میدونن مخ کامپره، یه حفره کشف کرده تو یاهو، اونا باهاش چت کردن پاشو بیا، اینم ایمیل زده اومدم. شما چیزی فهمیدین؟ اصلا آقا جون یه پروژه تحقیقی مستقل بود که من روش کار میکردم. خب قرارم بود تا نتیجه نهایی کسی با خبر نشه. خب اون تا فکر کنم مامان دیگه فقط خواجه حافظ رو خبر نکرده. نگران نباش، به اونم ایمیل میزنه. بعد همه بدونن بچه من کاری کرده که یاهو با اون عظمتش به اهمیت کارش پی برده و میخوادش. بده؟ حالا این یاهو کی هست؟ چی هست؟ یه سایت کامپیوتریه. شما زیاد سر در نمیاری. اصل کامپیوتر چرتکه خانوم. نمیدونی بدون. همون. شما تو دوران چرتکه باش، خیال مام راحت تر. از چرتکه این خون و زندگی علم شده خانوم. نمیدونی بدون. حتما. یه ما یه وقت مزاحم صحبت شما نباشیم. همش تقصیر مادرته دیگه، نمیذاره ما 2 کلام با این عروس نازنینمون اختلاط کنیم. چرا ساکتی بابا؟ خوشحال نیستی؟ چرا خب من؟ شقایق جون هر وقت که به ما میرسه ساکته، وگرنه مگه ممکنه چنین موقعیتی برای آدم پیش بیاد و خوشحال نباشه؟
والا نمیدونم چی بگم. آخه حق داری عزیزم، منم که مادرشم وقتی خبرو شنیدم از خوشحالی زبونم بند اومده بود. تو که دیگه جای خود داری. البته فکر نکنی پیمان خبرو به من گفتا، نه، خبرو گذاشته بود دست اول به تو بده، ما خبرو دست دوم شنیدیم. گمونم من آخرین نفری باشم که شنیدم. البته چیز چندان مهمی هم نیست. مهم نیست؟ دیگه چی از این مهمتر؟ من منظورم دعوت به کار پیمان نبود، اینکه کی خبر رو اول بشنوه کی آخر. آها، آخرش سوتی رو دادی یا چیه؟ باز پوران حرفی زد و بد شد؟ بابا اجازه بدین، خبر مهم اصلا یه چیز دیگه است، هر دوتون رو غافلگیر میکنه. ما که همش داریم غافلگیر میشیم. چیه؟ چه خبری؟ بگم یا میگی؟ بالاخره یکیتون بگین دیگه. آره؟ چی آره؟ این که حرفی نزن. حامله از خانم. واقعا؟ بابا خبر به این مهمی رو داشتین و هیچی نمیگفتین؟ هی چت و مت و ایمیل و بیمیل و عروس گلم مبارک باشه، تبریک تبریک. آخه حالا چرا تو این موقعیت؟ بابا به خدا منظور بدی نداشت، اتفاقا برای اولین بار حرف دل منو زد. منظورت چیه؟ نه تو رو خدا من میترسم. کی میدونه یه بچه رو بیده پدر مادر چه رو بیده چه خطاری؟ مگه چی گفتم اینقدر شلوغش میکنی؟ گفتم تو این شرایط که پیمان داره میره خارج وقتش نبود، اینا فقط از سر دلسوزی بود. لطفاً به من نگو از سر دلسوزی بود، من که خبر از دلت دارم. واسه هر چی بسوزه واسه این دختره نمیسوزه. شما هم لطفاً از من یه مادر شوهر دیو نساز. این ازدواج اشتباه بود، هم از طرف پیمان که آیندهشو خراب احساسش کرد. هم از طرف ما که نسنجیده قبول کردیم. بازم کابوس؟ تموم شده دیگه نداری؟ دیگه نباید بخورم، مشکان داروی جدید نوشته. برای بچه مضر نباشه. کدوم بچه؟ هیچی بگی بخواب، آروم باش من میدارم. بهم نگفته بودی قرص اعصاب میخوری؟ مال اعصاب افسردگیه چیه؟ همیشگی نبود، گاهی وقتا که میگرن اذیت هم میکرد میخوردم. مژگان برات نوشته؟ مژگان؟ آخه گفتی مژگان برات دارو نوشته. من گفتم؟ آره، فکر کردم داوود به خاطر این کابوسا و بدخوابی های اخیرته.
شیر میخوری برات بریزم. ممنون. جلو رومه. راستی این قضیه ستاره چیه؟ کدوم ستاره؟ نه دیشب تو خواب میگفتی ستاره، ستاره های همچین چیزی. چه میدونم، خوابه دیگه، مال منم هست، لابا چفکیه. یه کاغذ بردار و خودتو رها کن، بنویس، نقاشی کن، بذار دستت هرچی رو که میخواد روی کاغذ بیاره. فکر نکن که چی باید بنویسی، فکرتو آزاد کن، بذار خودش جاری شه. سلام. این چیه دیگه؟ خدایی شکل خودت نیست؟ نه این خوشگل تر. دادادادام، اینم شکل نینی. تو دیوونه ای به خدا. یه دیوونه عیال بار. امیدوارم شام فقط سالاد نباشه. States and their friends and allies will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder. Thank you.
دیدم چند روز تماس نگرفتی، دیگه واقعا نگرانت شدم. نه خوبم، به خاطر تهوع و اینا دکتر توصیه کرده یکم استراحت کنم. صدات که یه جوریه. نه چیزی نیست، یکم بخوابم روبرو میشم. به هر حال من اینجونه برا معطل توییم. کدوم جونه برا؟ جونه برای فیلم هم دیگه. به این زودی یادت رفت؟ زنگ میزنم بهت، میام. باش پس تماس از تو. پس همه چیز از یه تصادف شروع شد. آره. یا از شب قبلش، وقتی که تو خواب بودی و یه چیزایی رو توی خواب دیدی. شاید، نمیدونم. تو هم تو اون ماشین بودی؟ نه، قرار بود برن سفر، من با خودشون نبردن. این مال خیلی سال پیشه. آره؟ خیلی سال، نمیدونم چند سال پیش. خیلی خوب باشه، اگه فکر میکنی که نمیتونی الان در موردش صحبت کنی، موکولش میکنیم به یه جلسه دیگه. اما اینم یادت باشه، سکوت فقط روی زخم رو میپوشونه. همین. عزیزم، دستگاه رو که خاموش میکنی اون ماهیا بدون هوا میمیرن. این دفعه رو من به دادشون رسیدم. اولش باورم نشد خودتی، گفتم وای هانیه، یعنی این همون شقایقه که ناغافل یادتو کرده؟ از بعد از عروسیت ما تو رو دیدی؟ صدا تو شنیدی؟ آقام میگه پس چی شد اون شقایق که نفس به نفس هم مثل دوتا خواهر بزرگ شدی؟ پس کو؟ یک کلمه دیگه بگی گریم میگیره. قربون اون اشکاش. بچه ها یکم آرومتر، بزرگترها مراقب کوچیکترها باشه. هرچند ما که بچه بودیم خودمون از خودمون مراقبت کردیم. چقدر زود گذشت، چشم هم بزنی مادر شدی. مادر؟ آره، فردا رو چه دیدی؟ یه وروجک میاد قد دیگه عروسک، رنگ و بوی زندگی تو تازه میکنه. من مادر شدم.
دارم تو وجودم حسش میکنم. مسئله اصلی من ویزای شقایقه. وکیل دنبال کارشه. وقتی اوکی رو داد شماها باید برید دفتر سفارت اقدام کنید. حالا هر کشوری که صلاح بدونید. فکر میکنی چقدر طول بکشه؟ خب بستگی داره به این که میشی؟ بله. های مهندس، از طرف روزنامه عصر ارتباطات اومدن. میبینی که خانم دارم صحبت میکنم. قرار داشتین، خیلی وقت منتظرن. بگین تا 10 دقیقه دیگه. بله. عذرخواهی کنیم. چشم. نمیدونی چقدر گرفتارم پدرو. خب گفتی کدوم کشور؟ دبی راحت تره. فکر کنم شقایقم با دبی بیشتر حال کنه. مدتیه که دارم با این کابوسا زندگی میکنم. بیشتر شبا میان سراغم. نصف شبا. چی شده که این کابوسای لعنتی دوباره برگشتن سراغت؟ نمیدونم. جوری شده که دیگه واهمه دارم بخوابم. دلم خواست مادرت بود. مثل اون وقتا بغلم میکرد. درست مثل مادر خودم. نوازشم میکرد. انقدر تو گوشم دعا میخون تا آروم بگیرم و بخوابم. خدا رحمت کنه همه اسیرای خاک. دایی اماد کجاست؟ حالش چطوره؟ همون جوریه. قانع، صبور، کار میکنه. حق و ناحق نمیکنه. حلال و حرام سرش میشه. واسه همینم هست که تو این دنیا هیچ چی نداره. گه گداری هم میره بندر سر خاک مادرم. دلش وام میشه. حداقل این دلخوشیو داره که خاکی هست. نشونی هست. همین فکر رو میکنی که کابوسات برگشته. با دکترت صحبت کردی؟ نه. نیست. با شوهرت چطور؟ چی بهش بگم؟ همه چیو. کی از اون به تو نزدیکتر؟ میترسم. خب چرا؟ اگه بگم ازم دور میشه. کجایی؟ خونه نیستم. اومدم یکم خرید کنم واسه شام. خریدو فراموش کن. شام دعوتی. مهمون کی؟ مهمون خودم با خبرهای خوب. چه خبری؟ ساعت 7 آماده باش. میام دنبالت. پیمان من این جشن خودمون دوتاست. خرابش نکن دیگه. ساعت 7. خداحافظ. شروع نمی کنیم؟ چرا؟ دیگه لازم نیست نگران باشی. بابت چی؟ حق داشتی. آدم شوهر جوون و خوشتیپ داشته باشه که داره میره خارج، حتما باید همراهش بره. میدونی کار از محکم کاری چی؟ پدرام زنگ زد. قراره تو چند روز دیگه وکیل بهش خبر بده. اون وقت باید من و سرکار برای ویزا اقدام کنیم. یه سفر کوتاه تا دبی. میریم دبی. زود برمیگردیم شبانه. میریم دبی. زود برمیگردیم شبانه. هانیه مواظبه بده. هانیه مواظبه بده. میریم دبی. میریم دبی. میریم دبی. زود برمیگردیم شبانه. اصلا شنیدی من چی گفتم؟ نه. دست شما درد نکنه. گفتم پدرام. شنیدم چی گفتی. نه. ما نمیریم. تو اصلا خودت میدونی چی میخوای چی نمیخوای؟ میدونستم. خوابش رو دیده بودم. نه من نمیام. شقایق چی کار داری میکنی؟ مردم دارن نگاه میکنن.
بازم تو خراب کردی. فقط امشب و همه چیو یعنی چی؟ آی مهندس، از شرکت آرتک تماس گرفتن بابت قرار ملاقاتی که داشتین، چی دستور میدین؟ بگین خودمون تماس میگیریم. منظورت واقعا چی بود؟ جدی که نمیگفتی؟ چرا؟ کاملا جدی. خیلی واسه چی؟ مشکل چیه؟ مشکل منم، واسه همینم نمیخوام سد راه پیمان و پیشرفت و آیندهش بشم. دیوونه ای دختر، پیمان اگه تو رو نمیخواست که انتخابت نمیکرد. من اولین و تنها انتخابش بودم، کس دیگه ای نبود. پیمان همه عمرش رو درس خوند. فردای روزی که مدرک گرفت خیلی اتفاقی با هم آشنا شدیم. خیلی زود پیشنهاد ازدواج داد، خیلی زود قبول کردم، خیلی زود ازدواج کردیم. چی خیلی سریع. چرا از این زود زودا واسه ما اتفاق نمیافته؟ تو نمیفهمی من چی میگم. حیف. چرا؟ اتفاقا تو نمیفهمی من چی میگم. تو به یه رقیب برخوردی که اسمش هست موقعیت جدید پیمان، منتها تو به چشم یه حبو بهش نگاه میکنی. پیمانو گذاشتی سر دوراهی، یا تو یا اون. میخوام کمکش کنم از این دوراهی عبور کنه، برسه به بزرگترین ایدئالاش. تو هم با یه بچه بمونی برای دل من. خولیا، تو هم این بچه رو نمیخوای؟ من چاکرش هم هستم، مخلصش هم هستم، قربونش هم میرم، قربون تو هم میرم. گفتار فیلم هم اصلا ننویس. از زندگی رو بر نگردون و همیشه اون زندگی رو در رو شو و سعی کن بفهمی که چه ماهیتی داره و در نهایت بشناسش و دوستش داشته باش. برای چیزی که هست کنارش بذار. لئونارد، همیشه سال هاست که بین ماست، همیشه ساعت هاست، همیشه عشق، همیشه ساعت ها. مشکل خانمه چیه که قبول نمیکنه؟ کاش میدونستم. کاش میدونستم که نشد حرف ازش بپرس. کاش میگفت. یه کاغذ بردار و خودت رو رها کن. بنویس، نقاشی کن، یا اصلا خط خطی کن. خودتو رها کن، بذار دستت هر چی رو که میخواد روی کاغذ بیاره. فکر نکن که چی باید بنویسی، فکرتو آزاد کن، بذار خودش جاری شه. به این میگن نگارش خود به خود. امتحانش کن.
مطلب همین. چرا؟ علت مخالفتش چیه؟ چه میدونم؟ یعنی چه؟ بالاخره میخوای چیکار کنی؟ نمیخوام این موقعیت رو از دست بدم. از طرفی نمیدونم با شقایق چیکار کنم. شقایق دختر منطقیه، باش حرف بزن. حرف میزنم، اون با من حرف نمیزنه. میخوای من باش صحبت کنم؟ بیفایده است. وقتی میگفتم این ازدواج مناسب نیست، یه همچین روزی رو میدیدم. چقدر بهت گفتم تا به احساست نشو. این دختر هر چقدرم خوب و خانوم، ولی از تیپ و قماش ما نیست. حالا مگه ما کی هستیم؟ نوی اوتول خان؟ هر کی هستی؟ اون از یه خانواده دیگه است، یه شهر دیگه، یه فرهنگ دیگه، یه خلقیات دیگه‌ای که با ما جور در نمیاد. به خرجتون نرفت که نرفت. حالا تو نمک رو زخمش نپاش. وقت گیر آوردی ها. من میخوام پیمان چشماشو وا کنه که دیگه اشتباه نکنه. منظورتون چیه؟ هیچی. میخواد طلاقش بدی. اینه میخوای بگی دیگه؟ به خیالتون من الان کیفم کوکه که حرفم درست از آب در اومده. مگه آدم یه دختر تنها رو با یه بچه توی شکم طلاق میده؟ بشین خوب فکر کن. تو حالا خودت نیستی، داری پدر میشی. باید برای یه خانواده تصمیم بگیری. میتونی؟ من دیگه باید برم. کجا؟ بمون شام بخور. بذار بره زنش تنهاست. خداحافظ. خداحافظ آقا جون. خدا به همراهت. بالاخره یه جمله بدهت خور از شما شنیدیم. کوگوش شنوا. از وقتی مادر بزرگ شدی یه حال دیگه ای پیدا کردی. خوش به حال تو که از همون اول بابا بزرگ بودی. دیوونه، الان یه ماه پدرام داره شرایط عقص ویزا رو برای تو پیگیری میکنه. پس به خیالت نصف شب توی اون اتاق پشت اون کامپیوتر لعنتی چه غلطی میکرده؟ ویزا داره جور میشه، همه چیز داره جور میشه. همه فکر رو میکنی که کابوسات برگشته. با دکترت صحبت کردی؟ ببینم تو به غیر از مژگان پیش دکتر دیگه ای هم میری؟ توصیه جدی من برای سلامت خودت و بچه اینه که حتما با یه روانکاو متخصص مشاوره کنی. تو رو خدا اگه چند روز زود برمیگرد من میترسم. به خدا دروغ نمیگم، من خوابش رو دیدم، خواب ستاره ها. اونجا میگم خونه خودت میمونه، تازه دختر دایید هم هست، اونم مثل خودت میمونه، کوچولو مومانی. Thank you.
چرا از خودش نمیپرسی؟ بذار بدون متوجه ناراحتیش هستی و نگرانشی. اون زیاد با من حرف نمیزنه، سر کارش نمیره، یه پیله کشیده دور خودش، اینم حاسدش. از کابوساش چیزی بهت گفته؟ خودش که چیزی نمیگه، اما من که شاهد بودم تو خواب گریه میکنه، یه حالی بهش دست میده انگار داره خفه میشه، یه چیزایی میگه که اصلا سر و ته نداره. چی مثلا؟ مثلا مادرش رو صدا میزنه، التماس میکنه یا میگه نه من دروغ نمیگم، یا چه میدونم ستاره ها رو دیدم و از این مزخرف ها. این حرفا برای تو مزخرفه. برای اون چیه؟ یه واقعیته، یه واقعیت تلخ، مال خیلی سال پیشه. اون از یه چیزی توی گذشتش رنج میبره، یه چیزی مثل یه زخم روحی که دوباره سرباز کرده. چرا نمیبریش پیش یه روانکاو؟ یعنی انقدر حالش بده؟ شاید بدترم بشه. اصلا عملی نیست، اون قبول نمیکنه که مریضه. اینجوری شاید با قرص و دارو حل بشه، ولی روانکاو محاله بیاد. ولی تو باید قبول کنی شقایق بیماره، اونم تو این دوره بارداریش. گریه این مشکل فقط به دست تو باز میشه. بهش توجه کن، برس بهش، سعی کن با یه خبر خوب، یه خبر تازه خوشحالش کنی. تو بهتر از هر کسی میتونی به اون کمک کنی. خوب با نینی خلوت کردینا. چیه اتفاقی افتاده؟ آقای مصطفی، از آژانس هواپیمایی تماس میگیرم جهت اوکی کردن پروازتون به مقصد دبی. لازمه حتما گذرنامه خانومتون رو. خب حالا کی داره پنهون کاری میکنه؟ فکر کردم این بحثا دیگه تموم شده. هیچی تموم نشده، تازه داره شروع میشه. من دارم از پیش دکتر میام. کدوم دکتر؟ مژگان. خب به نظرم تو یکم به هم ریختی. کاملا هم طبیعیه، خیلی از خانوما تو دوران بارداریشون دچار اضطراب، پریشونی یا حتی افسردگی میشن، به خصوص اگه زخم روحی از گذشته. باورش دکترو حرف نزن. چجوری باید باهات حرف بزنم؟ تو باید به سوالای من جواب بدی. مثل بازجوام حرف نزن. مثل کی باید حرف بزنم؟ خودت باش. من خودمم، حرفامم حرفای خودمه، تو دیگه خودت نیستی. یواش یواش داری برام غریبه میشی. آخه از چی نگرانی؟ حداقل یه دلیل قانع کننده بیار که بدونم چرا باید بهترین فرصت زندگیمو از دست بدم و نرم. از دست نده، بلیطت هم که آماده است، میتونی بری، فقط من نمیام. همین به خاطر بچه. خب صبر میکنیم بعد از به دنیا اومدنش.
اون وقت میریم. خوبه؟ بچه رو چی کار میکنیم؟ میذاریمش خونه دایی مینا. خونه داییت؟ آره، اونا خودشون یه دختر کوچولو مامانی دارن، از بچه ما هم مراقبت میکنن. تا کی؟ یعنی چی تا کی؟ تا کی دایی تو دخترش حوصله بچه ما رو دارن؟ تا هر وقت که بخوای. تا وقتی راه افتاد؟ تا وقتی به حرف اومد؟ بزرگ شد؟ بزرگتر شد؟ 20 سالش؟ 23 سالش؟ نفهمید پدر مادرش چی شدن؟ کجا رفتن؟ چرا رفتن؟ چی بود؟ فتایی ولایی فلایی اماد فلایی تعمیرگاه. کیه؟ همون که تلفن زد. میبینی که سرم شلوغه، بگو ماشین رو بذاره بره. ای با ایرادش هم بپرس. کار خصوصی داره با خودتون. خصوصی؟ کجاست؟ نهاش. ای که داماد خودمه. آقا مهندس. بله بودو بوده هم دینه بگی بوده. آقای مهندس اینجا چه خبر؟ دیدم روزن کنه. چطوری آقا اماد؟ خوبی؟ ممنون. شقایق بگو سرحال انشالله. من که فقط تو خواستگاری دیدمتون، شب عروسی هم که افتخار ندادی. سعادت نداشتی. البته اومدیم با هانیه خدمتون. شنیدم، از دستگلتونم ممنون. ولی رفت؟ همیشه آرزو داشتم شقایق رو تو رخت عروسی ببینم، اما هانیه میگفت اگه ما رو ببینی داغش تازه میشه، اونم یه همچین شبی. یعنی چی؟ شاید هم رخت و لباس ما به مجلس شما نمی اومد. اصلا بریم داخل چایی شربتی. اومدم با اتون حرف بزنم. گلو تازه کن بعد. اینجا نه، یه ساعت به من وقت بدین عرض میکنم. باشه چشم، هر جا که بگی، تا هر وقت که بخوای.
همه سلامتی دارید میرید خارج. مبارکه مبارکه. اگه خدا به خواد شقایق از خرشتون بیاد پایین. راضی نیست؟ واسه چی؟ مشکل همینجاست، نه راضی میشه بیاد نه دلیلش رو میگه. شبا کابوس میبینه، گریه میکنه. حتما میگین چرا نمیبرمش دکتر؟ نمیاد. چی؟ دکتر درمونو پس میزنه. همیشه همینجور بود. 10 سالش نشده بود یه روز به هانیه گفته بود. چی گفته بود؟ داییم دستی دستی میخواد منو دیوونه کنه. یعنی شما؟ شما که بزرگش کردیم. این بچه خودم، این هانیه، خدا شاهد هیچ فرق نذاشتم بینش. میدونم الانم در حقش پدری کنیم، یه جوری رازش کنیم به من بگه مشکلش چیه. زندگی آینده ما بسته به این سفره. ما 2 هفته دیگه باید بریم دبی. دبی؟ بله، واسه گرفتن ویزا. خب طفل معصوم حق داشت. خب ببخشید متوجه نشدم. آخرین بار که شقایق پدر و مادر شدید اونا داشتن میرفتن دبی. شقایق رو سپردن به من و رفتن. 6 سال تموم نداشت دیگه چشمش چشم اونا نیفتاد. من گفتم نه ولی اونا قبول نکرد. بچه ها رو باور نمی کن. چرا؟ اولش گفتیم رفتم خارج موندگار شدم. بیتابی میکرد تفلک. گفتیم جا بیفتن یکیشون برمیگرده تو رو با خودش میبره. 2-3 سالی همین چیزا رو گفتیم. دلمون خوش بود، سرش با هانیه گرمه بود، اما دلش هوای باباشو داشت. چشماش پی مادرش دودو میکرد. بیچاره خواهر. چرا واقعیتو بهش نگفتیم؟ به یه بچه نفس داد جای گرم پا میشه. آقا مهندس کی جرأت میکرد؟ وقتی بزرگتر شد چی؟ گفتو یعنی با دور و بریا صلاح و مصلحت کردیم. گفتیم مادرت ناخوشه، تو دیار قربت دکترها بالا سرشن، پدرت هم 4 چشمی مراقبشه. خود چی باید میگفتیم؟ خود تا کی مخفی کردیم؟ 15-16 سالش بود. هانیه فهمیده بود، خیش قومش گفته بود. یعنی که ترسیدیم او بهش بگه، خودمون بهش گفتیم. که پدر مادر شقایق تو تصادف اتومبیل کشته شدن؟ صلاح بود اینجوری بگیم. شب قبل از رفتن دبی شقای خواب بدی دید. میترسید اونا برن سفر. همش التماس میکرد که حرفشو گوش بدن و نرم. خواب ستاره ها؟ ستاره های سوخته. کی فکرشو میکرد همون فرداش اون همه ستاره رو آسمون بسوزن و بریزن رو آب. رو دریا چند تا عروسک افتاده بود که قاطی موج بالا و پایین می شدن. آسمون سرخ، دریا رنگ خوب،
چه مصیبتی. شما با اون بچه چی کار کردی؟ خب ما همینقدر عقلمون میرسی. اون نامسلمون ها با یه تیار زن و بچه و پیر و جوون چه کردن؟ تو شقایق شقایق. اینجا چه خبره؟ چی کار داری میکنی؟ دارم آزادت میکنم تا بزرگترین فرصت زندگی تو از دست ندی. گور باباشون زده به سرت؟ آره دارم دیوونه میشم. شاید شدم. دکترها بهت نگفتن؟ پاشو باید از اینجا بری. بیفایده است. همه جا همین رنگه. جایی که یه جور دیگه است یه رنگ دیگه است تو این دنیا نیست. من همه چی رو میدونم، همه اون چیزایی رو که بهم نگفتی. تو هیچی نمیدونی. هیچ. من دارم از پیش دایی اماد میام. اون ماجرای پدر مادرتو بهم گفت. تو نباید خودتو خسته نشدی انقدر تو گذشته من سرک کشیدی؟ خسته نشدی انقدر از اینو اون پرسیدی من کیم چیم؟ چرا قبل از ازدواج این کارو نکردی؟ دختر تنها، پیکست، مریض، بزرگ شده تو خونه یکی دیگه، با مادری که مادرش نبود، پدری که پدرش نبود. چرا حرف بزرگتر رو تو گوش نکردی؟ حالا میتونستی با خیال راحت بری؟ دو تا آدم زیادی هم رو دستت نبودن. اینی هم که تو شکم منه سرنوشتش بهتر از من نیست، مگه اینکه خودم کمکش کنم. نذارم پاشو تو این دنیای خراب شده بذاره. مثل اون ماهیا اونا دیگه راحت شدن.
نگرانشون نباش. تو به استراحت احتیاج داری. بهتره بریم بیمارستان. جدی میگم. آره. احتیاج دارم. باید برم. چمدونم بستم. موندم تا بیای اینو بهت بدم. بله. سلام آقای مهندس. شما؟ منم هانیه. شنیدم پیش آقام بودین. شقایق حالش چطوره؟ بهتره، میگم باهاتون تماس بگیره. شما دیگه از ما بهش نزدیکتری. جون شما جون شقایق. نگران نباشین، تماس میگیریم باهاتون. خداحافظ. خداحافظ. شقایق، درو با کن، بذار همینجا این کابوس رو تمامش کنیم. با کن درو. آره واقعیت داره، پدر و مادر تو توی سانحه مردن. همیشه بهت گفتن توی تصادف خارج از کشور، اما خودت واقعیت رو میدونی. خوابش رو دیده بودی، اینا تو پرواز تو آسمون بودن. بندر عباس به دبی. شقایق، تو دیده بودی ستاره تو آسمون میسوزن و میریزن تو دریا. تو خفه شدن عروسکا رو توی آب دیده بودی. اینا رو به هانیه گفتی، به اماد گفتی، به خودت هم بگو. اون هواپیما رو یه ناو آمریکایی زد، میفهمی؟ یه جنایت که همه دنیا ازش خبر دارن. خیلی ها اون تو بودن. خیلی ستاره که سوخته. فقط 6 ساله تو. نمیتونستی جلوی اون حادثه رو بگیری، میفهمی؟ شقایق. خودتو عذاب نده شقایق، منم دارم عذاب میکشم. من دلم به تو نمیخوای خودتو بچه‌تو نجات بدی، حالا دیگه میتونی. Oh, yeah.